درود بیکران، پاینده ایران رضا پهلوی در حاشیه کنفرانس امنیتی و بسیار مهم مونیخ مورد سوال جواب خبرنگار باکویی قرار میگیره. خیلی برام جالب بود این سوال جواب و پاسخ رضا پهلوی. من البته متعجب نکرد، ولی با وجودی که انتظار دارم از این دست قبیل سخنان بگه رضا پهلوی، ولی باز متعجب شدم. ببینیم چی میگه، اینجا خیلی بر من جالبه. Again, I think when you have a true democratic system, every demand or expectations that people living in that country. حالا در مورد سیستم دموکراتیک صحبت میکنه که در یک سیستم دموکراتیک همه میتونن راحت زندگی کنن. اینجا موضوع بحثم نیست. Would have to be addressed by the rule of law and a guarantee of freedom and equality and no discrimination of any form. And I hope that our constitution in the future will be based on the Universal Declaration of Human Rights, which by default would immediately address so many expectations and of course many more that we could address based on our alliance and work today as a charter, and hopefully build that into the equation in the future. And how do you see the خب خبرنگار باکو سوالش خیلی جالبه. میگه ارتباط آینده ایران با جمهوری آذربایجان را چطور میبینید؟ The future of Azerbaijan and Iranian relations. میاد اون رضا پهلوی میخنده، نمیدونم چی گفت دقیقا. Just last question, please. How do you see the future of Azerbaijan and Iranian relations? I think it's going to be very bright. خب میگه که فکر میکنم که آینده بسیار روشن خواهد بود، چون ما در منطقه به هم احتیاج داریم. میگه ما و آذربایجان به هم احتیاج داریم. خب because we need each other in our region. There are so many issues that we have tackled together. Environmental issues, water. میگه مشکلات بسیاری وجود دارد که ما باید در کنار هم حل کنیم، مانند مشکلات محیط زیست، بحران آب که بسیار هم جدی هست. Crisis is a thing that is extremely serious and could have a direct impact. و میتوانند تأثیر مستقیم روی ثبات منطقه بگذارند. Our immediate regional stability. That's one of my biggest concern. میگه این یکی از بزرگترین نگرانی‌های منه. If we can address the issue and bring some stability. میگه ما اگر بتوانیم به این مشکل رسیدگی کنیم و ثبات ایجاد کنیم. And help the West by not having. و به غرب هم کمک کنیم که موج‌های جدیدی از پناهجویان را پشت مرزهایش که اکنون هم اشتباه شده نداشته باشد. More waves of refugees ending up on already saturated border. That's where we can start thinking of how important it is for them to invest. اینجاست که باید به اهمیت این موضوع فکر کنیم که چقدر برای آن اروپایی‌ها مهم، برای آنها یعنی اروپایی‌ها مهم است که in a change in Iran would be impactful direct بر روی تغییر در ایران سرمایه گذاری کنند. چرا که تأثیر آن مستقیم و فوری خواهد بود، هم در جهان و هم در منطقه. و همینطور با همسایگان بیش از هم. تشکر میکنم. ببین، فارغ از اینکه حالا حرفاشو میخوایم تحلیل کنیم درسته یا غلطه، اینجا خیلی حرف بدی میزنه. یعنی این نگاهی که میگه که این مهمه که برای که مثلا اروپایی‌ها بدونن که اگر ما بیایم رو کار مشکلات اروپا کم میشه، رو ما سرمایه گذاری کنن، روی تغییر در ایران سرمایه گذاری کنن. خیلی بیش از اندازه کمک از خارجی ها میخواد و این سطح بیش از اندازه، مثل اینکه تو میخوای یکی پول قرض بگیری یا مثلا یه جا چیزی هی بگی. میدونی چی میخوام بگم؟ خیلی کار بدیه که رهبرانی، حالا اینا که میگن خودشون رهبر اپوزیسیون، نه، خیلی بیش از اندازه میگه کمک خارجی، کمک خارجی، کمک خارجی. حالا دیگه اصلا چندش بهش دست میده. ما که میدونیم شما بالاخره اول آخر باید کارگزار اروپایی‌ها باشی. خب باشید دیگه، چرا انقدر میگید؟ این گفتن رو قبلا من بهش اشاره کردم. اما فارغ از این بحث، رضا پهلوی در برابر پاسخ جالب خبرنگار باکویی که میگه که آقا رابطت با من آذربایجانی در آینده چیست، میگه ما باید با هم همکاری کنیم در سه حوزه: محیط زیست، آب و جالبی سومیش خیلی از همه جالب تره، کنترل و مدیریت پناهجوها. یعنی آدم میخواد این میکروفون بره کنار سرشو بکوبونه به این میز. یعنی اصلا نمیدونه جغرافیای آذربایجان کجاست، اصلا درگیری‌ها رو نمیدونه، اصلا تو باغ نیست، چون اصلا درگیری با جمهوری باکو بر سر محیط زیست نیست. شاید یه جایی هم درگیری‌های محیط زیستی هم باشه، ولی درگیری آب نیست. شاید یه جایی هم حالا کوچولو درگیری آبی هم وجود داشته باشه، شاید. به خصوص پناهجو که دیگه اصلا خیلی جالب بود. آخه کدوم پناهجوهای رضا پهلوی تا الان از جمهوری جعلی باکو رفته مثلا اروپا؟
پناهجویان افغانستان و ایران و شرق آسیا همه میان ایران، میرن ترکیه. نکنه تو فکر کردی این داره ترکیه رو میگه، جمهوری آذربایجان رو با ترکیه اشتباه نگرفته باشی. چطور دیگه پناهجو دیگه خوده، چون یه سری درگیری ها سر حوزه مثلا آب ما داریم با ترکیه، ولی مثلا با آذربایجان از کجا در اومد این قضیه؟ نه، چون درگیری ایران با جمهوری باکو، این خانم داره سوال میکنه، درگیری با جمهوری آذربایجان یکی چه بحث ژئوپلیتیکه. اونا میگن ما آذربایجانیم، آذربایجان ایران، شما هم ژئوپلیتیک یعنی چی؟ جغرافیای سیاسی. من نمیگم ژئوپلیتیک بگی مثلا یعنی چی، جغرافیای سیاسی. میگه من بالای رود ارس آذربایجان شمالی ام، پایین رود ارس که آذربایجان ایرانه در حقیقت آذربایجان جنوبیه. اینجا بحث ژئوپلیتیکه. و یکی هم دعوا بر سر ژئواکونومیه. ژئواکونومی یعنی چی؟ یعنی جغرافیای اقتصادی. بحث کوریدورهاست، بحث جاده هاست که چند وقت پیش این جاده گوریسکاپان رو بسته بود. چرا بسته بود؟ میگه آقا جا باید مالیات بدید، فلان بدید، عوارض بدید. دعوا بر سر جاده های اقتصادی است که از ایران میخواد از طریق در حقیقت قره‌باغ رد شه، که این خاک بر سرها در جمهوری اسلامی گفتن قره‌باغ خاک اسلامی، افتاد دست جمهوری باکو. حالا جاده‌ای که ما قبلا بدون دادن عوارض و اینا رد می‌کردیم، میومدیم اروپا مثلا از طریق جاده‌های اقتصادی کالا می‌آوردیم، اونجا دیگه داره دالانمون بسته میشه، اونجا کوریدورمون داره بسته میشه. یعنی دعوا بر سر ژئوپلیتیکه و ژئواکونومیه، جغرافیای سیاسی و جغرافیای اقتصادی. این وسط محیط زیست رو تو از کجا آوردی؟ آب و حالا فارغ از اینا پناهجو رو چجوری تو دور جور کردی؟ این نشون میده که این بنده خدا اصلا توی فضا نیستیم، در اصلا تو منطقه. ببین خیلی از این عزیزانی که در اپوزیسیون هستن، به خصوص دوروبریای رضا پهلوی، من بگم هواداران رضا پهلوی، خدایش آدم باید یه اعترافی بکنه، این تفلکی‌ها ذاتاً ایران ستیز نیستن، اکتسابی جایی چرت و پرت میگن و اکتسابی بابت تنفر از جمهوری اسلامی، بابت سطح جنایت‌های رژیم اسلامی، این داعش شیعه، اینها تو لج افتادن دیگه مزخرف‌گویی میگن، ولی ذاتی ایران ستیز نیستن. ما با خیلی از این حوادان رضا پهلوی رو بیدار کنیم، اینا پتانسیل اینا دارن که گام به گام به سمت وطن پرستی اورجینال گرایش پیدا کنم. ولی تعریفشون، یکیش هم خود رضا دیگه، می‌بینی تعریفشون از اتفاقات منطقه یک تعریف سطحی واقعا زننده شرم‌آور، آدم روش نمیشه صحبت کنه واقعا. و این صحبتی که شما می‌کنی در برابر خبرنگار جمهوری باکو، خب توسط این خبرنگار خب می‌بره اینو بالاخره مقامات باکویی نگاه می‌کنن دیگه، همونجا نگاه میکنیم که آخ جون رضا پهلوی باید رهبر ایران بشه. چرا میگه؟ عشان یه بشکنی میزنه الهام علیوف، میگه اصلا تو باغ نیست، اصلا تو باغ نیست، چه خبره، راحت میتونیم سر ایران رو کلا بذاریم. اینایی که در جمهوری اسلامی بعضن تو باغن، به خاطر خریت اسلامی و اینا ما تونستیم تقویت کنیم جریان پانترکیسمی رو، نظام و رژیم اسلامی رو تونستیم ناتوان کنیم، تونستیم مدیریت بکنیم. این رضا که از بیخ اصلا دیگه این تو باغ نیست. دعوای ما با جمهوری اسلامی بر سر جمهوری چه، بر سر آذربایجان ایران و بر سر مسائل این کوریدورها یا جاده های اقتصادیه. این داره در مورد محیط زیست آب صحبت می چی میگه؟ الهام علیوف چرا خوشحاله؟ میگه اینا که بچه زرنگشونه، ما اینجوری با بحث اسلام که اومده بود بالا تونستیم قومگرایی رو تقویت کنیم، اینا رو در حقیقت مدیریت کنیم. این که دیگه رضا که اصلا دیگه عشقه، عشق. یعنی این نشون میده این حرفایی که این میزنه، در کنار این که حتی اونا حداقل الهام علیوف هم خداش باید باشه، رضا پهلوی بیاد مثلا شاه ایران بشه یا رئیس جمهور ایران بشه، علاوه بر اینکه خودش هم ضد پادشاهیه، ولی این حرفایی که این داره میزنه در جای جدی عرصه سیاست، در عرصه های جدی سیاست حرفای رضا رو میشنون، میفهمن که این یه پکیج از حرفایی رو داره میزنه در چارچوب کارگزاری برای سیاست های غرب، ولی به عنوان یک شخصیت جدی سیاسی مطرح نیست، چون تو باغ نیست، تو باغ نیست. مثلا مشکل ایران و آذربایجان رو نمیدونه، ولی هی نظر میده، نظر میده سلبریتی سیاسی بیشتر، ولی اصلا شعور سیاسی یا نگاه سیاسی اینا واقعا اطلاعات پایه‌ایش فاجعه است. قربونتون برم، عاشقتونم، همتون رو به اهورامزده ایران میسپارم. بدرود.